جناب کوچکیان، قرارداد را همینجا بنویس. اکلیل بزرگوار، تاج سر، غلامم رو کفن کنم اگه بخوام رو حرف شما حرف بزنم، ولی اینه، هر چی شما دستور بفرمایید. اسد جناب، اسد جناب، می صندلی کف حیا باش موسا، هر چی شما بفرمایید. بلند ها از اون لاد، هر چی شما بفرمایید موسا. ببین چه خلافی کرده که دو تا پالوم زدن. این یا میتونه قتل باشه یا آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر، که بهش هم میخورد، هم توپل بود، هم بیریخت و زشت بود، هم تونتون هم عرق میکرد. اینا که همش نشونه خسروه، اونم بیریخته. ولی نه، خسرو نمیتونه باشه. بابام همش دیر میکنه. به من گفت 4 تا خیابون بالاتر کار دارم، میرم کارم انجام میدم برمیگردم. پس حالا نمیاد. وقتی که میگه میرم تا سر کوچه ها میام، کلی ها طول میکشه. حالا که دیگه گفته 4 تا خیابون میرم بالاتر. آقا جون، اینجا یه خبرای هست. حسنه داره گرد خاک میکنه ها؟ خب به حضوری شما ربط داره؟ بی ربطم نیست، اما حسن میترسه من چی رو بفهمم. جناب کوچکیان جان، همینطور که می نویسین بلندز روش بخونین تا بفهمیم چی نوشته. یک باب مجتمع مسکونی 3 طبقه به مساحت تصدقتون پایان کار گرفتین؟ میگیرم جناب کوچکیان. بعد میگیرم. به مساحت چقدر بنویسن؟ اصلا جناب اصلا اینجاست، 260 متر. زیربنا؟ زیربناشن 520 متر. تصدقتون، فداتونشم، خاک پام، کوچیک شما. میشه من خودم یه نگاهی به این سند بندازم؟ داره بلند بلند میخونه که همه بشنون. ملاحظات تطبیقشم باشد برا بعد. تصدقتون به نشانیه؟ خودتون که بهتر میدونی؟ نه، منظورم کد پستی 10 رقمیه. اسد جناب، اسد 10 رقمی. یه لحظه اسد، خودتون باید یه ذره رعایت کنی. بچه رو برداشت، هی بلا، هی بالا، هی پایین، هی بالا، هی پایین. خب آخرشم یه کار دستمون میدیم. خب دایی حسن اومده، میگی چیکار کنم؟ هی میگه دایی حسن، هیچ کی بزرگترمون آقا جزان نوش میگم. باید یه کار کنیم با قلمکار روبرو نشی. سلام. علیک السلام. برای اینکه جوابش واجبه. کوچیک شما کوچکیان، عرض ادب و احترام. دایی جانم دیگه. جناب کوچکیان جان، این خط آخر رو بلند و رسا بخون. تصدقتون امر، با اجازه. که تحت مالکیت خانم خاتون محجوب می باشد و آقای حسن محجوب از طرف ایشان وکالت دارند. دایی دایی تو رو خدا. آقا جون، انگار دارن همین خونه رو قلنومه میکنن دا. ببین بابا جان، ما هم باید بریم وسط ماجرا. آخه به ما چه ربطی داره آقا جون؟ ببین پسرم، روی لجلجبازی چوب حراج زده به خونه خاتون. منم مشتری، میخرمش. میخریمش؟ اگه همه این درد سر رو به خاطر منه، پس ما میخریمش. آقا جون، یعنی این خونه رو بخریمش؟ دست چه که تا آوردی بابا جان؟ بله آوردم. بریم بابا جان، بریم. قفلی. گفتم قفله. آقا جون، چرا قفلش کردن؟ از من میپرسیم، برای اینکه ما نریم. تصدقتون بزرگوار، اکلیل، نگین، تاج سر، بالاخره نفرمودید من مبلغ رو چقدر بنویسم؟
هرچی مزنه بازاره، شما که بهتر میدونی. خب البته ساختم خیلی تأثیر گذاره، ولی من زمینشه که برام مهمه. حالا هر چقدر دستور بفرمایید من همونو مینویسم. بفرمایید. بنویس 3.5. ای ایشون انگار حالشون زیاد خوب نیست ها؟ شما حواست به کار خودت باشه. شما میخوایی بذاری جلو چش خودمون خونمونو قلنامه کنم؟ بله. نه برای شما ایستم. ببخشید شما داری خونه کی رو معامله میکنه؟ هر کی مدرکه نامشه به نامه ده بیا جلو، بگر نه اقا وایستا و تماشا کن. برای چی وایستم تماشا؟ ببخشید من یه تلفن ضروری دارم، اصلا نگران نباشین آقا، هم گردم درستش کنم. الو بنویس آقا. بنویس. نه بابا اینجا هنوز پلمبه، هر چی در میزنم باز نمیکنه که. دایی حسن؟ نه قویان جلوش مقاومت کنید، من که خودم نمیام ولی مامانو میارم. آره آره یه نماز. سلام آقا صفایی. سلام. حسن نباشیم برادران اماکن. آقا مشتاق دیدار، زحمت میکشید. تر آخریتون عالیه. این مکانا رو که پلو میکنیم واقعا مردم از خداشونه. شما این کلاهبردارا رو که درشون رو تخته میکنیم عالیه. من خودم همسایه بالا هستم جناب سروان، بعد اصلا از طرفدارای اماکن. من سروان نیستم، من یوسف میرایی دستبان. نه من یوسف میرایی جسرنگ. آقای صفایی گوش کن، من یوسف میرایی دستبانی هستم با جناق خسرو فرخجایی. یادتون اومد اومدیم اینجا دو تا چش بادمجونی داشتی، الان یه دونه بادمجون داری. این اینا بادمجون بود اینجوری اومد. یوسف یادتون اومد؟ کلا پرید یوسف. چی پرید؟ 400 اونجا زحمت بکشیم باک. چه زحمتی؟ یه عرض کوچیک داشتم، گفتم اگر امکان داره بریم تو. حتما اگر محبت کنید ممنونم. یه لیوان آب لیمو. خب بگو اماکن نیست. من که اومدم تا اومدم حرف بزنم شما راجب همه چی صحبت کردید. این پلیسا میگه. خیلی ممنون. این بعد این اولش باشه. الان خوبه. پلیس که نیست. نه بابا یوسفم. 3.5 یکم زیاده، ولی خب هر چقدر دستور بدید مینویسم. چشم. 3.6 من 3.6 میخوام. ببخشید دایی ما. به خاطر گل روی شما 3.7 مینویسم. 3.8 3.9 مینویسم. 4 تومن مالی من. جهنم 400 دیگه آخرشه. آقا جون چیکار کنم برم بالاتر؟ اینجا جاش خوبه سن، اما این قدانی میارزه دا. آقا جون میترسم شوخی جدی بشه دا. میخریمش بابا جان، برو بالاتر. 4200 بابا جان. بله. دست چی چیز رو در بیار که فکر نکنن بازشون میدیم. یعنی آقا جون واقعا بخریم؟ چشم. خب، حله؟ 4200 بنویسم؟ یا آخه چرا این کارو با خودتو من میکنی جوون؟ دیگه تو این منطقه خونه میخوای این که 3 طبقه از 4 طبقه برات میگیرم نصف قیمت این. من اینجا رو میخوام بنویسم؟ 500 متر زمین من پشت این خونه کور مونده. من نمیدونم بنویسم؟ کار خوبی با خودتو من نکردی جوون. 4300 دیگه آخرشه. 400 500 600 بنویسم؟ 700 آخ بس دیگه. اگه یکی قیمتن که خب با خودمون میفروشیم. آقا آقا بردشو چوب حراج زدی به 1 میلیارد. شما وایسا سری جاده خالت نکن. آقا جون 4700 خیلی پوله، آخه این خونه به چه درد ما میخوره؟ سر راستش کن ببینم بازم بالا میان. یعنی 5؟ چشم. 5 تا که سر راست بشه. کسی حرفی داره؟ بنویسم؟
دیگه هیچ کی حواسش به ما نیست. بابا نه حواسش به من هست. خب بگه بود که حالا ما خونه بودی. حد نه یه اتفاق افتاده. همش تقصیر این 40 میلیارده. کدوم 40 میلیارد؟ اصلا تو میدونی 40 میلیارد چقدر زیاده؟ این میدونی دیگه. بیبریم مادر. دیدین؟ دیدین ما مهبانو؟ دیدین گفتم حالا حالا نمیادین؟ من یک بخت شناسی به این نشون بدم که اون سرش ناپیدا. تو خودتو ناراحت نکن مادر. میگم یه تاکسی چیزی بگیریم بریم دیگه. باش. ببین اون تاکسی رو میتونی بگیری؟ بله بله تاکسی. این که همون آقا هست. بیا مامان جون بیا. بیا مامان تاکسی. آخه تصدقتون فداتون شم اینجوری که نمیشه معامله کرد. یکی اون بالا وایسه همینطور مثل نقل و نبات 100 میلیون 100 میلیون بذاره روش. همه چی بچه بازی شده. داخل اگه خودت در آورده بودی که همینطور راحت نمیگفتی 400 600 500. اکلیل تاج سر بزرگوار من نیستم بفروشید به همین آقایی که اون بالا وایسوندینش. هی بریم اینور بریم اینور. همین بود جناب کوچکیان. نیستم آقا نیستم. یعنی غلط میکنم که باشم. غلامم رو کفن کنم. میلیون میلیونشو با زحمت جمع کردم پیدا نکردم که بفروشید به همین آقا. با خودت هم بد کردی جف. بعد میگن چرا بازار مسکن اینجوریه دو برابر میشه تورمه. داخل اون که اون بالا وایساده نابلده. دابلیو آرتیست. میگم استاد صفحه خیلی زحمت دادم الان یعنی 2 ساعتی توی اینترنت هستی. با اختیار دارین کارمونه الان پیداش میکنم. پیدا نشده. ببخشید خجالت میکشم. نه با خواهش میکنم. سرچ. استاد صفایی، استاد صفایی، خواب بودین؟ ببخشید تو رو خدا. چی شد؟ الان بیدارین؟ ببین، این کیه؟ این شمایید با دوستتون. نه، این این که همون بازیگر معروف هست. آفرین، شبیه کیه؟ چقدر شبیه؟ کی؟ خاتون. آفرین، این 80% خود خاتونه. آره دیگه، تقریبا شبیه خاتونه. ببین، 40% هم گیریم بیاد روش خود خاتونه. 20% باید بیاد روش. 40 آبیه من 20% خودم میام. آره این امروز میرسه دیگه آقای صفایی. ببین کارادا عجله نکن. این هنرپیشه حرفه‌ایه. باید هماهنگ بشه بیاد گیریم شه قرارداد ببنده فردا. آقا فردا که خیلی پول بی شخصیت شده آقا. بی شخصیت بی شخصیت. نه آقا تو خودت بی شخصیت شدی. شما دیگه چی میگه آقا؟ شما بفرما. نیستم آقا نیستم. من میخوام این خونه را به شما بفروشم. آن لاغه آقا شما میخوای خونه را بفروشی؟ منم یه خریدار. برای شما چه فرقی میکنه؟ من زمینه آبا اجدادی ما به هر آدمی تازه به ضرور رسیده ای نمیفروشم. اونم به کسی که به یه سود خیلی باباشا میزنه. تو این محله همه مردم ریشه دارن. من مالمه به شما نمیفروشم. فقط یه چیزی، من اولش کل پولو میگیرم آ. ولی خسرو گفته که یه پیش پرداخت. آره دیگه درست گفته. ببین 10 میلیون تومان دستمزد هنرپیشه است. 1 تومن گیریمور میگیره واسه طرحش. 500 هزار تومن هم دیگه شما هستین خرجتون زیاد نشه لوازم گیریمو جمع میکنیم. یه آینه گیریمو میزشم من کادو بهتون کرایه میدم. خب دفترم دیگه کلن در اختیار پروژه شما با من که منیج کنم یک کنیم خوبه؟ این میشه 13 تومن. چون کارتون گیره و رفیقم این 20 تومن بدین که حلی باشه. میلیون تومن؟ نه ریال. برو بابا. استاد صفایی. استاد صفایی. اینجام. خودم واسه هنر چی؟ استاد صفایی میخواستم اینه این بازیگر 10 میلیون میارزه؟ آره بابا 4 تا فیلم جدی کار کرده سینمایی. اکران شده. 10 تا تلفیلم کار کرده اینا که تو دکه میفروشن. آره آره. یه دونه اصلا کلیپ کار کرده بود پخش میکرد. زنه وایساده بغل جاده ماشین بگیره ماشین میره روش. آ چقدر طبیعی بود. آره اون اصلا واقعی بود دیگه. یارو 6 ماه بیمارستان بود. بعد از بیمارستان میخواد بیاد سر کار شما. خب ببین من فقط میخوام شبیه باشم. آره این شبیه میشه. یه عکس 13x14 شو بده من بدم گریموره طراحی کنه ردیف. خب باشه بعد چی؟ بعد امضا پول. قرارداد امضا پول. چی؟ چک نه. امضا پول. پول نه؟ آره دیگه 20 میلیون شوخی میکنی استاد صفایی؟ من با تو شوخی دارم. کجا خواهش میکنم بیا بشینم. کجا بشینیم؟ اینجا میشینم. مگه میشی نشست اینجا؟ آره بیا بیا. اینجا آشپزخونه نیست؟ نه بیا برو برو. آره بیا کن اینجا برو. ببین من اینجا میشینم تو اونجا. چرا؟ استاد صفایی واقعا حیف استاد که به شما میگم شوخیش هم زشت بود.
عجیب این کارا دا؟ ما چی قضاوت میکنی؟ نشین خودت میگی. جناب کوچیکیان جان، قیمتی آخری که گفتی چند بود؟ من همون سونیمو میخرم. ایرادی نداره، اما سونیمو بنویس. تصدقتون. بابا جان از کوچیکیان بخر. اشکالی نداره آقای کوچیکیان، شما سونیم بخیر، من پنج ازتون میخرم. تصدقتون، هرچی دستور بفرمایید. اصلش آقای کوچیکیان، زمینی 500 متری دم میخرم. امر امر شماست آقا. شما از جون این خونه وعده چیشی میخواین؟ تو قرارداد قید میکنیم که به شما واگذار نکنم. بابا با واسطه ازش بخر. مشکلی نداره آقای کوچیکیان، با واسطه ازت میخرم. ده دوباره اونم قید میکنیم با واسطه بی واسطه به شما انتقال نده. با دو تا واسطه ازت میخرم. بگه بینم اینا چه چه میخوان از جونو ما مستر کردن خانتو ما. این بازی ها چیه؟ جمعشون بگر اصلا درو ببن امرو باید تکلیفی این کارو معلوم کنم. جمعشون مستر بازی درو بندی. این بازی ها چیه؟ ببینم اینجا چه خبره؟ همه مادر بیا تو دیگه. اما خیزنو میزنم مستر بازی درو افروز؟ حشمت؟ عجیب محبوب من که دارم بچه من چه دشته من بده من کتا بادایی؟ ببخشی خدا حافظ گلاف پرهام بیا ببینم. بازم شما؟ من شما ماشین نمیخواستیم. مگه شما اینجا کشیک میکشیم؟ نه من در خدمت شما هستم. خب من ماشین میخواستم ولی شما برای چی؟ من در خدمت تون هستم. بفرمایید چه فرقی میکنی؟ بفرمایید. خواهش میکنم. چلوی خاموش روشن میشه مال دو شاخشه دیگه. چرا رفتی اون بالا نشستی؟ نمیدونی ما مهمون داریم. بزنش جلو. مامان که راحت ماشالله. آقای قلم کار ما اگه حالتون بهتر شده؟ آره نه خیر، میدونی هنوزم دنیا دور سرم دارت میچرخ. از دیروز چیزی یادتون نمیاد؟ دیرو؟ بله. یا دیروز چی تو شده بوده؟ ببینید شما اومدین، قرار شد که ما خاتون رو بیاریم. من اومدم؟ من جمعه کجا رفته بودم؟ کجا رفته بودم؟ جایی نرفته بودم، بیا اینجا بشین. بیا ماشالله پسرتون دیروز میخواست خونه ما رو از کوچکیان بخره. بی بالا بی بالا پسرم؟ کدوم پسرم؟ هیچ، شما راحت باشین، راحت باشین. ببخشین من یه سوال از شما داشتم. میگم ها گفتین اسم آقادون چی چی؟ ها یادم اومد، شوقی. وقت از آقادون عکس ندارین به من نشون بده؟ خاتون میگه بابام عکس دوست نداشته بگیره. راست میگه، مثل که از بس خوشبره رو بوده دوست نداشته ازش عکس بندازن، میترسیده چشش کنم. من خسرو نیشده ببن
نیشه ده ببن برش چی؟ خرخاسه میدونی عمده بدحال شدن امام علی چیه؟ برای چی؟ آن چیه؟ وقتی این قیافشو برده میبینم ما همچین مالش مالم میشه. ضمن من یه سوال از شما داشتم، حالا شما خودت به چه بودی عقلت نمیرسید؟ اون وقت مادر شما چی تو به شما اجازه داد بریم بگویم بله؟ آدم قهدی بود؟ بله، من با اجازتون. خواهش میکنم شما بفرمایید، آقا بفرمایید، به ما نمیخوری بفرمایید، بریم یه جای راحت بشیم. خیلی خودم میام، شما زحمت نشید. بفرمایید. حسابی مالش مالم شد. ممنون. بفرمایید خانم. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. چقدر شد آقا؟ قابل نداره، دفعه بعد حساب میکنی. قابلی نداره نداره، کرایه‌تون بگیریم بفرمایین. 7 تومن 6 تومن بفرمایین. ممنون خانم. آدرس شما میفرمایید؟ شما خارجی هستی؟ بله. چطورن ها؟ نمیدونم. صباح الخیر. تفضل. نمیدونم. پیورو. پویزن. بله. ماهل بیو. نینتندو. شما چه خارجی هستی؟ 4 زبون باهاتون خانم صحبت کردم. چینی باهاتون صحبت کردم. عربی باهاتون صحبت کردم. انگلیسی صحبت کردم. بعد چه خارجی هستی شما؟ من فارسی بلدم. خب. با من فارسی صحبت کن. خب باشه باشه. کمک می‌خواید آدرس؟ این آدرس. بعد والا حقیقت باب جنت ببخشید من خودم اینجا غریبم. خب از یکی دیگه بپرسید. خواهش می‌کنم. راستی خانم کجایی هستی؟ مهم نیست. خرخاسه که تو اینترنت دارم سرچ کردم میخونم نگاه میگه که خاصیت داروی بالایی هم داره منتها این مالش مالش ابتکار خودتونه چی چی من میگین؟ خرخاسه که مالش مال آره خودش خاتونو من ای شیطون خاتون خوب یادت ها بله خانم یوسف؟ میرایی دستبانی؟ آدرس درست اومدین ولی اسمشو دارین چپرچلاغ میگین خارجی نگاه کن آدرس اشتباه اومدی نه اشتباه نیومدی درست اومدی فقط این زنگو رو نگاه زنگ بالا رو بزن 3 3 رو بزن ای برچه زنگ با یوسف اینا کار بله بله خانم مینا جان ما تو کاری ندارم با من کار دارم بله گوشی رو بذار میگه با اونا کار الان خانم میام پایین برای چه بهش آدرس میدی؟ با تو مگه کار داره کجا؟ شیک نمیشنسی که کجا داری میگه تو یالی؟ بله خارجی ها نه؟ چرا خواهرم؟
داشتید میفرمودی؟ بله. کانتینیو گفت فارسی بلده. من چی میگه این فارسی بلده؟ خواهش این باید بدون شما میگی میفرمودین، این فهم میکنه میخوایی بگی بفرمایین تو. کانتینیونی ادامه بدی چی میخواست بگین؟ کانتینیو. من برای دیدن یوسف اومدم. بله اونو که فرمودین، ولی برای چی؟ این سکنه دلیل ریزون چی میگی؟ ما یه بس کارمون بکنیم دیگه. شما هم میگه میفرمودین بفرمایین. بابا این باید بدونی دلیل رو میخوای. دلیل اومدنش چیه؟ ریزون. Eu sou brasileira. Hã? Eu falo português. Can you speak English? من برزیلی هستم و تو برزیل پرتغالی صحبت میکنم. ای کار من نی. بیا بریم خونم و ببینم. Welcome to that. سلام علیکم. خوبی؟ خانواده خوبه؟ سلام برسونی. قوی محترمت. میگم من دایی حسن، یعنی خاندایی آقا حسن محجوب. گفتن که خواهش کنم ازتون که اگه ممکنه یه تو که پا تشریف ببرید، یعنی تشریف بیارید. یعنی دایی حسن میخواستن که با شما اگه میشه یه دیداری داشته باشن که... شما رو چرا فرستادم؟ چون... گفتن من تشریف بیارم، یعنی خدمتتون برسم که خودشون چون چیز بود. بله فهمیدم. بله شما از قول من به ایشون بگید که دور از ادب و نزاکته. اگر با من کار داشتم خب خودشون میمدن، چرا شما رو فرستادم؟ حق با شما. قصدی بی ادبی نداشتم، شرم حضور داشتم. البته منم قصد جسارت نداشتم. به هر حال یه عرایز مهمیه که میخوام خدمتتون ارائه بدم. خب اگه مهمه بفرمایین. عرضم به خدمتی شریفی شما که راستیاتش اینجا بخوای صحبت بکنیم؟ نه اگه افتخار بدین با هم تشریف ببریم نمایشگاه. نمایشگاه؟ خیر، هر جا که شما بفرمایین. بله بفرمایین. مرسی عزیزم. من خواستم ببینم شما با یوسف میرایی دستبانی؟ بله، یوسف میرایی دستبانی. چه نسبت، چه کاری داریم؟ من و یوسف دوست آشنا هستیم. بمیرم واسه خواهرم. بفرما آقا خسرو، همینا کم داشتی. این فرنگی کارو میگم یوسف چقدر قشنگ بهش یاد داده، میگه دستبانی. میگه مالیش مال. میخوای من باش انجلسونی حرف بزنم ها؟ آقا تکلیف ما روشن کنیم، بالاخره شما حافظت از دست دادی یا نه؟ ای چجوری میخوای انگلیسونی صحبت کنی؟ خارجه چیشی آدم نرفت از چی؟ نه میخواد آقا، من خودم داشتم اینی بلبل باش انگلیسی صحبت میکردم، یهو پرتغالی گفت برزیلیه. یوسف میگو میخوام برم جواب جهانی و نگو برای این تکلی زده. من و یوسف آشنا هستیم فقط. معلومه. خسرو، نفهم ها، همینجا میشینی، فهمیدی؟ بالاخره که چی، واقعیت رو میشه. You are welcome to host my brother. دادر ازا، you understand؟ سلام علیکم نینه خانم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ نگاه نینه خانم، به نظر من یه اتفاقی که برای هر کس ممکنه بیفته برای خانواده اتفاق میفته. شما خودتون ناراحت نکن، نگران نباش، پیش میاد. من که چیزی نگفتم. خب بگین. یوسف دیر نکرده؟ یوسف دیر بیم نگاه بیم نگاه گیر ندین، در حال ممکنه پیش بیاد، ولی خط خطایی کرده اصلا بهش فکر نکنین، پیش میاد. آخواست شما حالتون خوبه؟ من یه ذره به هم ریختم، ولی شما نگران نباشین، پیش میاد، برای هر کس ممکنه. ببخشید من وایزت. من بیام. نه شما بفرمایید، ما یه ذره گرفتاریم. فعلا خداحافظ، نگران نباشین، پیش میاد. کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند